استان قم از ارسال 74 هزار پیامک از ابتدای سال تا کنون به دلیل تحمیل حجاب اجباری به زنان میهنمون در خودروها خبر داده. همراه میشیم با خانم نینا پسیان، مدیر انجمن زنان ایرانی در آلمان. به شما سلام و خوش آمد میگم خانم پسیان، ممنون که وقتتون رو به ما دادی. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه شما و بسیار خوشحال هستم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. بله خانم پسیان، خواستم اطلاع بپرسم که علت تلاش رژیم برای تشدید فشارها رو زنانمون زنان میهنمون مشخصا به بهانه بدحجابی رو چطور میبینید؟ در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم که اهرم فشار رژیم در تمامی این سالهای گذشته همواره بر روی زنان و دختران بوده و با نامهای مختلف در دوره‌های مختلف، گاهی کمتر و گاهی بیشتر. در هفته‌های اخیر ما شاهد توقیف خودروها هستیم در ارتباط با بدحجابی و بی‌حجابی که مأموران بعد از ارسال سه پیامک خودرو رو توقیف می‌کنند. محمد رضا میرحیدری که فرمانده انتظامی استان قم هست در صحبت‌هاش گفته که 53,000 مورد تذکر وجود داشته که از این 53,000 مورد 13,000 مورد توقیف سیستمی و 7,000 مورد توقیف فیزیکی خودروها انجام گرفته. 65 مورد قهوه خانه رو اینها مورد پلوم قرار دادن، 300 آرایشگاه رو مورد بازرسی قرار دادن و از این 300 آرایشگاه 72 موردش اخطاریه گرفتن و 9 موردش پلوم خوردن. از 873 مورد مزون پوشاک اینا بازرسی به عمل آوردند و کشف 11,000 پوشاک نامتعارف کردند. در از 123 موردی که از مجتمع‌های بینراهی بازرسی و بازدید به عمل آوردند، حدود 9 مورد رو مورد پلوم قرار دادند. 94 باشگاه ورزشی رو اینها مورد بازرسی قرار دادند و 4 موردش رو پلوم کردند. همچنین میرحیدری در صحبت‌های خودش اشاره می‌کنه به 4,000 ناظری که در ورودی‌های این استان هستند و این تیم‌های نامحسوس همواره در امورات کشف حجاب رو فعالانه مورد کنترل و بازرسی قرار می‌دن. در صحبت‌های خودش همچنین اشاره می‌کنه که 58 مورد راکب موتور سوار که هنجار شکن بودن شناسایی شدند، 1,000 مورد اصناف مورد بازرسی قرار گرفته شدند و 740 مورد در فضای مجازی اینها مورد شناسایی قرار گرفتند که در تمامی این موارد یا اخطاریه به اینها دادند یا اونها رو مجبور به دادن تعهد کردند یا اینکه در مورد اصناف پلمب زدن به مغازه‌های اونها و محل کار اونها. در مورد کشف حجاب 3 میلیون تومان جریمه است بار اول. بار دوم فرد باید به دادگاه بره و 24 میلیون تومان جریمه پرداخت بکنه. زنان ایران در این سال‌های گذشته به خاطر مسئله حجاب شلاق خوردن، بازداشت شدند، از خدمات عمومی محروم شدند، خودروی اونها توقیف شده. اما رژیم همواره این تناقض رو با خودش حمل میکنه که برای رأی دادن و شرکت در انتخابات مسئله بی‌حجابی و یا بدحجابی مجاز و جایزه. هادی طهان‌نظیف که سخنگوی شورای نگهبان هستش در صحبتاش میگه که ما اجازه نداریم فردی رو به بهانه حجاب از رأی دادن نفی کنیم و معذور کنیم. و باز هم در این حکومت دیکتاتوری میبینیم که حضور زنان در مراسم
حکومتی بدون حجاب و یا بد حجابی جایزه، مثلا راهپیمایی 22 بهمن و یا مراسم قاسم سلیمانی که در اونها هیچ مانعی وجود نداره. برمیگردم به سوال شما که چرا فشار رو روی زنان و دختران بیشتر کرده. وقتی به موقعیت رژیم نگاه میکنیم میبینیم که بعد از 7 اکتبر تمام جهانیان اذعان کردند به اینکه سر مار در تهرانه. در منطقه وقتی میبینیم با سیاست نامناسب و خشونت آمیز خودش نسبت به همسایگان کاملا ایزوله شده، در خود کشور وقتی نگاهی میکنیم به وضعیت رژیم میبینیم همه ناراضی هستن، کسی رژیم رو نمیخواد و بیش از همه این پتانسیل عظیم زنان که در قیام 1401 هم نشون دادن که میتونن رهبری کنن، میتونن بها بدن و در مقابل این دژخیمان بایستند، ترس اون رو برمی‌انگیزه و این فشارها و این ارعابی که در حق زنان انجام میده از زاویه ترس و از زاویه ضعف رژیم هستش. بله. و هر چقدر که فشار رژیم بر روی زنان بیشتر میشه، مقاومت اونها افزون میشه و عزم اونها برای سرنگونی این رژیم جذب میشه و این رو زنان ایرانی اراده کردند. بله. حالا خانم پسیان، شما موارد مختلفی رو گفتین که چگونه و با آمار گفتین که چطور دارن به زنان میهنمون فشار میارن، اما الان هم 100 تا استاد حوزه علمیه هم از سران سه قوه رژیم خواستار مقابله با زنان تو میهنمون شدن، مشخصا به بهانه بدحجابی. حالا اینا نوشتن که اگه به دنبال تحقق ایران مقتدر هستیم، باید بدونیم که اقتدار ایران در سایه اسلامیت محقق میشه. خانم پسیان، چرا رژیم مشخصا اقتدار خودش رو روی فشار علیه زنان میبینه؟ اجازه میخوام قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم اشاره کوتاهی بکنم به محتوای ارتجاعی این نامه که بله. به رؤسای سه قوه در ایران نوشته شده. بفهمید. اینها در نامه‌شون انتقاد کردند از عدم اهتمام مسئولان به مسائل فرهنگی به ویژه مسئله حجاب، و همچنین اونها در این نامه اشاره کردند به مسئله بی‌حجابی که با عنصر هویت در ارتباطه و با هدایت دشمن در جنبش‌های اجتماعی ممکنه که رژیم رو به وضعیت وخیمی سوق بده. از بی‌هویتی و استحاله جامعه صحبت کردند و اینکه این استحاله و بی‌فرهنگی و بی‌هویتی بزرگترین چالش‌ها و آسیب‌ها رو جلوی روی رژیم قرار میده و خواستار مبارزه جدی با بی‌حجابی شدند. در این نامه نگرانی‌های شدید خودشون رو در مورد عدم رعایت احکام شرعی در مورد ورزش زنان کردند و همچنین ورود زنان به باشگاه‌ها که زیر پا گذاشتن فتواهای مراجع تقلید و همچنین رهبریت. اشاره کردند به اینکه مراکز درمانی ما وقتی متدینین به اونجا مراجعه میکنن علاوه بر درد جسمی و بعضن مسائل مالی که دارن، فشار روحیه که به اونها وارد میشه برای اینکه حدود شرعی در اونها رعایت نمیشه، و همچنین مراکز تفریحی برای متدینین ناامن هست، و همچنین اشاره به اینکه دانشگاه ها تبدیل به محل فساد شده و خواستار این شدن که به صورت جدی با مسئله بی‌حجابی باید برخورد بشه. پاسخ زنان ما به این نامه سر تا سر ارتجاعی این هستش که این زنان به دو عنصر آگاهی و اختیار مجهز هستند، با این دو عنصر شجاعانه این احکام شرعی ارتجاعی رو نفی می کنند
مهر باطل میزنند به فتواهای مراجع تقلید و خیابونها رو محل مبارزه خودشون با رژیم قرار دادن. هر روز هر ساعت شاهد این مبارزه زنان ما هستیم که زیر بار زور اینها نمیرند. زنان ما نشون دادند که رهبریت این اعتراض ها رو به دست میگیرن، با صدای بلند معترض میشن و حق و حقوق خودشون رو میخوان و نشون دادند که چجوری پایه های اقتدار پوشالی این رژیم رو لرزوندند و رژیم از این مسئله ترس و وحشت داره و برای ماندگاری خودش فشار بیشتر بر روی زنان ما میاره و گمان میکنه که با فشار آوردن بر روی زنان میتونه اقتدار خودش رو حفظ کنه، که این هم خیال باطلی است برای یک دیکتاتور. بله، بسیار سپاسگزارم از شما خانم نینا پسیان، مدیر انجمن زنان ایرانی در آلمان، که همراه ما بودین و همه نکاتتون پیرامون فشاری که رژیم بر زنان میهن اون میاره. وقتتون بخیر خانم پسیان و خدا نگهدار شما. من هم از شما تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما.